به کانال موزیک ماژیک خوش اومدین. توی این ویدیو فاصله سوم رو بهتون یاد میدم که در یادگیری آکوردا خیلی بهتون کمک میکنه. برای اینکه فاصله سوم از دو داشته باشید شروع میکنید میشمرید. یک، دو، سه و نوت می میشه. دقت کنید که خود نوت دو هم بشمرید. ما دو مدل فاصله سوم داریم. فاصله سوم کوچیک که با ام کوچیک نشون داده میشه و فاصله سوم بزرگ که با ام بزرگ. فاصله سوم بزرگ داخلش نیم پرده دیاتونیک نداره و فاصله سوم کوچیک نیم پرده دیاتونیک داره. حالا بریم ببینیم یعنی چی. نیم پرده دیاتونیک یعنی فاصله می و فا و همینطور سی و دو. با توجه به چیزایی که گفتم بریم یه تمرین حل کنیم. بریم ببینیم که دو تا می چه فاصله سومیه. دو ره می داریم و هیچ کدوم از می و فا یا سی و دو داخل این فاصله قرار نگرفته، پس سوم بزرگه. یادتون نره که کانال موزیک ماژیک رو سابسکرایب کنید و اگر دوست دارید محتوای بیشتری از این کانال ببینید این زنگوله رو روشن کنید که براتون نوتیفیکیشن بیاد. مثال بعدی فاصله بین نوت سی و ره هستش. بین نوت سی و ره دو قرار گرفته. دقت کنید سی و دو داخل این فاصله قرار داره، پس سوم کوچیکه. اگه بخوایم فاصله سوم رو تشخیص بدیم که دیز یا بمول داره، اول از همه دیز یا بمول رو در نظر نمیگیرید. اول مشخص میکنید که ره تا فا چه فاصله ایه که سوم کوچیکه، به خاطر اینکه می و فا درش قرار گرفته، و فاصله سوم که نیم پرده بهش اضافه شه فاصله سوم بزرگ میشه. برای بمول ها هم همین کار رو انجام میدیم. اول بمول رو در نظر نمیگیریم، فاصله ره تا فا سوم کوچیکه، و وقتی که بمول ها اضافه شن باز تغییری نمیکنه و همون سوم کوچیکه. فاصله سوم کوچیکه بین کلاوی های پیانو به این صورت هستش و بهتره که حفظ کنید. ره تا فا، می تا سول، لا تا دو و همینطور سی تاره. و فاصله های سوم بزرگ دو تا می، فا تا لا و در آخر سول تا سی. فاصله فا و لا سوم بزرگه چون می و فا داخلش قرار نداره. برای می بمول تا سول اول بمول رو در نظر نمی گیرید. فاصله می تا سول فاصله سوم کوچیکه چون می تا فا داخلش قرار گرفته. دقت کنید وقتی که بمول شه فاصله بزرگتر میشه، پس سوم کوچیک به سوم بزرگ تبدیل میشه. سی تا ره هم که خیلی راحته چون فاصله سی تا دو قرار داره داخله سوم کوچیک. برای این فاصله دیزا رو در نظر نگیرید. لا تا دو رو اول حساب کنید که چه فاصله سومیه، چون فاصله سی تا دو داخلش قرار گرفته سوم کوچیک هستش و دیز هم اضافه شه باز همون سوم کوچیک باقی میمونه. برای ره تا فا دیز رو در نظر نگیرید. ره تا فا سوم کوچیکه چون دیز میشه فا، در واقع فاصلمون بزرگتر میشه، پس ره تا فا دیز سوم بزرگ. اول دیز رو در نظر نمیگیریم. دو تا می فاصله سوم بزرگه، ولی وقتی که دو دیز میشه فاصلمون کوچیکتر میشه، پس دو دیز همی سوم کوچیکه. پس برای محتوای بیشتر یادتون نره که موزیک ماژیک رو سابسکرایب کنید و پیج اینستاگرامش هم به همین اسم میتونید فالو کنید و پیج خودم هم که نوازندگی هم آهنگسازیمو قرار میدم به این صورته. لایک، کامنت و شیر فراموش نشه. خدا نگهدار.